کشته و زخمی شدن 29 طالب مسلح در ولایت غور. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. کشته و زخمی شدن 29 طالب مسلح در ولایت غور. وزارت امور داخله افغانستان از کشته و زخمی شدن 29 طالب مسلح در ضد حملات نیروهای امنیتی کشور خبر می دهد. با گزارش اسپوتنیک، وزارت امور داخله با نشر خبری می گوید که شب گذشته گروه طالبان از چندین استقامت بر ولسوالی ساغر ولایت غور حملات تهاجمی تروریستی را سازماندهی کردند که حملات آنان با پاسخ نیروهای امنیتی مواجه شده و به شکست این گروه منتهی شد. در خبرنامه آمده است که در نتیجه این درگیری 14 طالب کشته و 15 تن دیگر آنان نیز زخمی شدند. این وزارتخانه می گوید که در این درگیری 3 سرباز پلیس محلی جان باختند و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. در همین حال خبرگزاری شاهد به نقل از ارگ ریاست جمهوری می نویسد تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان تعیین کننده مناسبات بین کابل و واشنگتن نیست. صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری می گوید که مناسبات دولت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده امریکا بر اساس تعهدات دو جانبه دو دولت استوار است و تعداد نیروهای امریکایی تعیین کننده مناسبات بین دو کشور نمی باشد. آقای صدیقی این اظهارات را روز شنبه هفتم سرطان در یک نشست خبری در کابل در واکنش به گزارش شبکه خبری CNN مطرح کرد. او گفت که رقم کنونی نیروهای ایالات متحده امریکا پاسخگوی ماموریت آموزشی، مشورتی و همکاری با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است. او همچنان گفت که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت. در همین حال آقای صدیقی گفت که دولت افغانستان از اظهارات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا که گفته است شمار نیروهای امریکایی در افغانستان به گونه اوسط تا 8000 نفر باقی خواهد ماند و هر گونه کاهش بیشتر در شمار این نیروها به شرایط بستگی دارد استقبال می کند. در گزارش CNN آمده است در حالی که این تصمیم هنوز نهایی نیست، مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا هفته گذشته درباره این طرح با متحدان ناتو گفتگو کرده و این موضوع در جلسات او با مقام های ناتو در بروکسل مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، این کمترین میزان حضور نیروهای آمریکایی از زمان آغاز جنگ آمریکا در سال 2001 میلادی در افغانستان است. شمار نیروهای آمریکایی در حال حاضر بر اساس توافقنامه صلح آمریکا و طالبان به 8600 نفر کاهش یافته است. طبق گزارش CNN، با اجرایی شدن طرح خروج بیش از 4000 نیروی دیگر آمریکایی از افغانستان تا خزان سال جاری، تعداد این نیروها در افغانستان از 8600 نفر به 4500 نفر کاهش خواهد یافت. از سوی هم آقای صدیقی میگوید که دولت افغانستان تا کنون به عنوان بخشی از تلاش های سال نیز به 3900 زندانی طالبان را از زندان های مختلف کشور آزاد کرده است. همچنان با گفته او دولت تا کنون گام های زیاد و بزرگی را در راستای صلح برداشته است، اما ادامه خشونت ها از سوی گروه طالبان مردم را نگران کرده و فضای اعتماد برای آغاز گفتگوهای صلح را نیز خدشه‌دار خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی کشور، هفته آخر ماه جوزا خونین ترین هفته 19 سال پسین بوده و در یک هفته گذشته نیز خشونت ها و تحرکات جنگجویان گروه طالبان از غیر نظامیان در کشور قربانی گرفته است.
با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.